سلام علیکم پدران، مادران، برادران، خواهران، دوستان، عزیزان، مظلومین و مبارزای وطن. شما بخیر بود، تنسیت خانواد باشین و این ساعتی که در اختیار یک دیگر قرار داریم، الله موفق گرداند که همه این به منفیت خیر مردم وطن ما تاجیکستان باشد. و در موضوع وقت ما و شما صحبت مفصل داشتیم، البته اطرافون شهر ملاحظه ها بود چگونه ما مبارزا و مردم ما که در مرحله تقدیر ساز قرار داریم و یا که عموما شخص چگونه باید وقتی خودش صرف کنه، ما در این صحبت مفصل داشتیم. وقت یعنی که قیمت ترین و مهم ترین چیز است برای انسان، اون چیزی که به هیچ وجه او را پس گردانده نمی شود. پس وقت را باید که ما و شما درست استفاده بریم و مصروف عملهای باشیم که سازنده باشند، نه اینکه سوزنده. بعضن حالتان می شود که شخص می خواهد یک کار خیری کنه، نه که از تجربه کم یا که از اندیشه نکردن، بعضن وقتی در خطایی بزرگی کار می تواند و عملی که می خواهد سازنده باشه و تبدیل می شود به سوزنده. خب، پیش از اونی که اطراف سازندگان و سوزندگان حرف بزنیم، اولا مختصر می خواهم به شما و هموطنان برسانم که در این موضوع رژیم امروزی تاجیکستان اطرافش زیاد وقت ما صرف نمیکنیم، چون که به ما معلوم است که رژیم امروزه یک وبا، یک مریض است برای مردم وطن ما و هر برنامه هایی را که عملی میکنه اینا همشون از عقل انسانی بیرونن، اینا همشون از دین و فرهنگ آیین ما بیرون هستند. هر یک عمل برنامه هایش که امروز عملی میکنه این تعداد ما مردم هم مبارزه را زیاد میکنه، ما را به پیروزی نزدیک میکنه و خچه به نابودی. البته شما روز به روز مشاهده دارین که رژیم در حالت احساساتی، رژیم دیکتاتوری در حالت احساساتی کدام برنامه ها را عملی دارد که هیچ در عقل انسانی جا نمیگیرد. هیچ یکم این عمل ها نه به دین ما راست میه، نه به منتالیتت ما، نه به رسم آیین ما، به یکم چیز اینا در حالت احساساتی میشوند و همونی است که گفتم در حالت احساساتی عقل تیره می شود. اینا را عقلشون تیره گشتگن و هر عملی که میکنن امروز گرچند که چنگ میزنن به دین ما، به رسم ما، به آیین ما، به حق و حقوق ما، لیکن همه این چنگ زدن ها عاقبت خچونه به نابودی می رسونن انشاءالله. خب چلی گفتم این عمل های رژیم تعداد مبارزه را روز تا روز انشاءالله که زیادتر میکنه. و امروز اگر هر کسی که میگه در مبارزه بر ضد رژیم امروز ما قوت نداریم و یا که برنامه نداریم برای انقلاب، این فکر همو فرد و یا که همو حزب سازمان حرکتی است. او حق دارن که دیگه میگن قوت نداریم، برنامه ندارم، اون حق رو است. کسی برنامه نداره در قوت شک میکنه انقلاب کردنی نیست، از ما فاصله بگیره، چون که در برنامه ما انقلاب در جای اول نیستن. ما نیت انقلاب کردن داریم و انشاءالله انقلاب خواهیم کرد. از روز پیدایش در میدان رومدن ما راه یگانه را دیدیم در انقلاب کردن، یک انقلاب مردمی، چون که همه عملهای دیگر ما دیدیم، نفرهای که پیش از ما در میدان سیاست بودن مقاومت میکردن، دیدیم که همه راه های دیگر را استفاده بردن و اونا را البته قدر کردن در کار، هر یک کاری که کردن، لیکن دیدیم که مدت طولانی نکشید مبارزشون. به چی خاطر؟ به خاطری که اکثریت در مکر رژیم امروزه افتادن یا که راه های را انتخاب کردن که منفیتش بیشتر به خود این رژیم رسید. خب همین است که ما از روز پیدایش در صحنه گفتیم که ما قصد یک انقلابی مردمی داریم، برای انقلاب کردن تظاهرات ها رژیم امروزه را باید که ما از بین برداریم. و بازم میگم که هر نفری که اگر که شک داره در این برنامه، در یک انقلاب مردمی، میتونه که از ما فاصله بگیره. برمیگردیم به سازنده و سوزنده. سازنده کی است و یا سوزنده کی است؟ شروع میکنیم ای سازنده. سازنده ها کیا هن؟ یا که چی عملا دارن؟ سازنده یک فرد، افراد یا یک کلکتیو، جمعیتی هست که برنامه دارن برای یک چیز ساختن، برپا کردن، احیا کردن، یک هدف معین مشخص دارن و در راه خودشون صادقن، استوارن، مطمئنن که همین برنامه شون برای منفیت بشریت است. اینا را میگن که
سوزندگان، نفرایی که میسوزند، سوختن کن همه چیز از سوخته میشود، نه که نه همه چیزی سوخته شده به خیر مردم است. خب یعنی دیگر شو گفتیم سوزنده، ما اطرافی سوزنده حرف زدیم و سوزندگان اون نفرایی هستند که هر چیزی که میخوان برای خیری بشریت، برای خیر مردم بسوزند و در راه خودشون هر مشکلاتی که پیدا می شود، فشار، تحقیر، تهدید و دیگر کمبودی ها در راه پیدا می شود، اونا صادق میمونند، در راه خودشون صادق میمونند، راه خودشون نمی سوزانند. وقتی می بینند که دیگر را به اونا اعتماد دارن، بازم صادق تر می گردن، در راه خودشون بازم صادق تر می گردن و کوشش میکنن او هدف، او نیتی که دارن همون را چیکار کنن، عملی بکنن، بسوزن اون چیزی که در برنامه خودشون دارن. اینا هستند سوزندگان، نفرایی که یک چیزی میسوزند برای خیر مردم و وطن یا در اون بشریت است. خب اطرافی سوزنده ها زیادتر حرف نمیزنیم، ما زیادتر البته از مشکلی ها باید حرف بزنیم که تا که مشکلی ها رای حل شده پیدا کنیم. هر چیزی که مقصد که طرف مثبت داره و البته که جای خودش میگیره، ما بیشتر باید کوشش کنیم و در مرحله ای که ما قرار داریم مردم تاجیکستان، ما را چون مشکلات ما زیادتر است، کمبودی ها زیادتر است، باید ما اطراف اونا حرف بزنیم تا راه حل بیابیم و این مشکلات را برطرف بکنیم. خب سوزندگان کی هستند؟ نفرایی که میسوزن، اونا کی هستند؟ یعنی نمیسوزن بلکه میسوزنن. سوزندگان یک تعداد نفرایی هستند که زیر برنامه کار میبرن به مثل سوزندگان، اونا هم زیر یک برنامه کار میبرن، فقط مقصد اونا چی است؟ سوزاندن است، ضرر به یک کشور، یک دولت، یک قوم یا ملت رسوندن. یا تعدادی سوزندگان است که زیر برنامه کار میبرند و اونها را میشوه که دشمن امید. وقتی که میبینی که یک فرد، افراد، کلکتیو میخواه که به کشور، وطن، به یک منطقه، به یک مردم نیت سوزاندن داره، خب سوزاندن ما فقط میگیم آتش زدن، یعنی کارهایی که به خیر مردم نیست، یعنی ضررش بیشتر است، خب همین را میشوه که دشمن امید. و تعداد دیگری سوزندگان هم وجود داره، اونا دشمن نیستن، اونا فرق میکنن از کاتگوری یکم. پس اونا کیان؟ سوال به میان میاد البته که اگر که دشمن نباشه پس کی هستن؟ اونا هستن باز یک تعدادی که میخواستن سازنده باشن، نه که سوزنده شیدن، نیت داشتن که سازنده باشن، نه که سوزنده شیدن، نتونستن که بسوزن بلکه سوزوندن. کی را سوزوندن؟ چی را سوزوندن؟ ما در صحبت های قبلی هم ذکر کرده بودیم که هست فرد، افراد، یک جمعیتی هست که یک سمتی درست انتخاب میکنن، حرکت میکنن و مردم به اونا اعتماد میکنن، مردم به اونا اعتماد میکنن و منتظر میشون که همین فرد، افراد، کلکتیو اینا را به همو جایی که وعده کرده بدن، همون برنامه پیشنهاد کرده بدن، به همونجا میرسونن و مردم اعتماد میکنن. چخلی اعتماد به مثل که یک کشور است، یک دولت است، هر یک کس مسئولیتی به خودش میگیره. حاضر مثال بگم که ما و شما گیدرامی سنتر اهمیت نمیتیم، باد هوا را کل فردا چی میشه، شمال است، بارون است، چی است، اونا متخصصی خودش دارن، یعنی مسئول هست اونجا و ما اعتماد به اونو کردگی هستیم که هر چی از بود هوا دیگر سو و ما خبر میرسونن. پس مردم هم یک تعداد همین خل نگاه کردن که نفرایی که برآمدن یک وعده کردن، یک برنامه پیشنهاد کردن، خودشون همچ یک سازنده نشان دادن و مردم به اونو اعتماد کردن، بعد یک مدت در وسط قرار گرفتن. در وسط برای چی قرار گرفتن؟ در وسط سبباش گناگونه گفتیم، سبباش هست، در راه مشکلی پیدا می شود که دیگر او را پیش برده نمیتونه. خب مشکلات اقتصادی باید، مشکلات امنیتی و دیگر چیزایش که می شود بود بالای اونا، البته با از یکم لحاظ فشار، تحقیر، تهدید، بعضن چیزها، یا که گفتیم یک راه دیگرش و یک جایی که می رسن صاحب یک عنوانی می گردن که قناعتمند می شود، قناعتمند میشن و در وسط قرار میکنن، نمیبرن مردم به اون جایی که وعده داده بدن، به همونجا مردم نمیبرن. همین است که اعتماد مردم میسوزونه، مردم اعتماد داشت که تو را راهنمایی میکنی میبری به جایی، نه که تو نرفتی به اونجا نرسوندی، امید مردم از سوزوندی. همینا هستن سوزندگان. و نفرای هم همچنین هستن که برنامه ندارن،
شاید برنامه مرحله یکم دیمه داشت، نکه آینده شه نداشت، نفهمید که آیندهش چیگونه ای. همدین یک از حواس کرد اومد، اما هم یک چند نفر به اون اعتماد کردن، مثال عنوان استاد، خب دیگر طبیب، دنبالو، شیخ، رئیس، رهبر دیگر صورت گرفتن و هونام در بعض مرحله اومدن قرار کردن که دیگر برنامه که نداشتن ایست کردن، امید مردم را سوزاندن. ای است چی؟ سوزاندگان، نه اینکه سوزاندگان. و نفرای هستن که سوزنده هن، اونا قرار میگیرن میتونن که جا داشته باشن در قطار حرکت سازمان حزبای سازندگان. اونا کی هستن؟ اونا نفرای هستن که خنق نظری میکنن به کاری خودشون. ما مثال میوریم، ما به خاطر که به عزت نفس دیگر سازمان و حرکت ها نرسیم، ما آخر ما مثال میوریم. مثال میگم که گروهی 24 یا که خب آزادی عدالت جوانان برای حیات تاجیکستان که ما در یک جایگی حرکت میکنیم، سه سازمان و گروه مثال هست، نفرای هستن کوشش میکنن حرکت میکنن و مسئولیتی به هر یک از تقسیم کرده میشود. فرض کردیم که یک نفر به نام علی، ما مسئول یک کار موندیمش و به او اعتماد کردیم که او کار ما را تمام میکنه، او مسئول همین بخش است در حرکت ما، محصول یک بخش یک شاخه همین علی گفتنی هست و او خنق نظری کرد، خنق نظری کرد، کرش اهمیت نداد و ما در همین شاخه که داشتیم مثال چرا کردیم ضرر دیدیم. هیچی بد ای هم هست سوزنده، این نفری هست که سوزنده در داخلی یک حرکت های سوزنده ای خیلی فردو هم میشن جای خودشونه گرفته باشن. خب و از همه اینا بدترین ها کی هم؟ سوزندهایی که ما میبینیم از همه اینا بدترین ها کیان؟ از همه بدترش در بین همین ها نفرهایی که به قبل خودشون بازینگر هم، به قبل خودشون، به یکان حزب سازمان به گفتی خودشون ربطی ندارن به حزب سازمان. و ما در بین خمال ما پیشتر هم صحبت داشتیم به یک نفرهایی که به نام خلای اسقرشون ما نام میگیریم، البته همین گونه مشهورن در بین ما، خب نمیدونم در دیگر جا چه خیلی نامشون میگیرن. با چه خاطر اسقان؟ به خاطر که بنیشون در همه جا سیخ میکنن و شاید در این خاله اسقان گفتن ما پیش نظرش ما سیما یک زن پیدا شد، یک مادر خواهر، میگه این خیلی نیست. خاله اسقان ما مردهای زنگ مجاز هم میگیم، مردهایی که زنگ مجاز هم، بعضا نفرهایی که هر میزنن از هیچ سازمان از هیچ حرکت نیست، نه که بنیشون در همه جا سیخ میکنن و اینقدر تحلیلگر هم بگفتی خجان، نه اساس ما بگیریم تحلیل نیست، بازی است. اساس کاری اونا بازی است. نفرایی که در بین حرکت ها مشکلات های اساسی را ایجاد میکنن انا میگونه نفرها هستن، نفرایی که بینیشون در همه جا پیش میکنن میزنن، خاله های اسقال با قبل خودشون از اگون حرکت نیستن، لیکن خودشون از سر هم حرکت رو میکشن. یک چند وقت پیش یکی از همین خاله ها رو ما گفت بودیم برای که برامدامون اگمه نیست، نفیدی ما یا گوشی کار دارن یا خودشون رو بدیانگی داختن. یا اگر همین گونه خاله فکر کنه که نقاب میکشه و کسی پی نمیبره، او خطا میکنه. فکر نکنید که در این میدان ما تصادفی آمدیم، پیش از اون که این میدان بیم خیلی بنده سالهای طولانی هر یک نفر در میدان سیاست خوب آموختگیم کی از کجا نفس میکشه. فکر نکنید که ما چشممون را پوشیدیم و به کلای جدر آمدیم، نه، اطرافی بدتر صحبت میکنیم، این موضوع دیگر است. خب نقاب میکشن و اگر هر نقابی که برود میکشی این بازی هات به کار نمی روید. یک قصه مناسب است در همه نسبت خاله های اسقال، نفرهایی که با نقاب میکشن. یک چند روباه یک جای شبانه قصد میگیرن که یک منطقه خوب دیگر شب روانم دو یک برای خچون یک خراکه پیدا کنن، جایی که محله زیستی مردم و شبانه میشود داخل یک دکانو میشون، یک چند دکانو قطار اصلا داخل میشون و یکی از روباه وقتی که همو خراک پیدا میکوه برای خودش، یک چند قطعی رنگ در همو تختی که اونجا خراک ها بوده هستن، همو را وقتی که میجنبونه یک چند قطعی رنگ به بالای سرش چپه میشود، رنگی سرخ کبوت و زرد و هر اونا رسم رنگای عرارت یکی بالای سرش چپه میشود. در هیچ چپه شدن این قطعی ها
روبوهای دیگر میگن فرار کرده، میگه کی میگن اینجا خاید آواز برآورده دیگر این شومیخه کردی، ما باید سفر اید دیگر فرار کنیم. این همین رنگو که میزنه در روپروش یک آینه دیگر رو ببینه، خچه میبینه در آینه این قدر حواسش میکنه خچه وقتی که رنگ و رنگ میبینه. روبوهای دیگر میگه که گرخته، میگه میگن شما بگریزین من نمیگریزم، میگه برای چی؟ میگه مرا نمیشناسن، مرا خیالی طاووس میکنن. وقتی خچه رنگ و رنگ میبینه میگه مرا خیالی طاووس میکنن، میگه مرا بین من رنگ و رنگ شده گیم. او روبه ها فرار میکنن و این روبه دیگر مردم و مردم که دیگه عقل دارن یه میبیننش روبه ها چه میتونه طاووس باشه و میگیرن جزاش هم میتن. خلاص گفتن این به این خلا که هر رنگ بخدت به مالی، اگر کلاه تا هر خلی که بمونی و لباس تا هر خلی که بپوشی و هر چه که ببر بکنی همون روباهی، همون روباهی دیگر نمیشه. و باز تکرار میکنیم که مشکلات اساسی را ایجاد میکردگی در بین حرکت های سیاسی ما در ماهی پیشتر گفته بدیم، ماهی پیشتر افتادیم و امروز میبینیم که بین بدن حرکت ها چی گپ ها رفتیستم اینا ببینیم. و با چه خاطر این سوال گفتم که سببش هست بعضی نفرها مسئله به برنامگی، مسئله اتفاق نبدن، نتونستن به کلکتیو کار کردن، یعنی که به تجربگی و یکی دیگرش از پهلو بعضی همین خیلی گفتیم که نفرهایی که بینیشون در هر یک حرکت میزنن نول میزنن انا مینو هستن که ایجاد میکنن همین خیلی مشکلات را. و اگر این نفرها همین نفرهایی که هستن، همین نفرهایی که مثل همون روبایی که خچونه طاووس میگیرن، اگر که همونو همین برنامه هاشون همین عمل هاشون بس نکنن، پس چی؟ مطمئن باشن که برنامه خاصی برای اونو کرده میشود، رسم نوار قطعی پیشنهاد مردم میشود تا مردم باید چهره های اونو را بدانن اینو کی هستن، اونو را باید مردم بشناسن که کی هستن. اونو نه تنها در بین یک مخالفین مبارزین مشکلات ایجاد میکنن، از این عملهای کثیفشان بزرگتر از این سوزندگی دارن. یا که زیر یک حرکت بدروه آشکار خطونه اعلان کنید که از کدام حرکتی هستین، یا که خطونه سر هر حرکت نکشین و از نام کلی حرکت ها هم نامه روان نکنین به هر جا، بیرا خوب بفهمین، و به هر جا از نام کلی حرکت ها نامه روان نکنیم. این حق نداره. باز تکرار میکنم، در سر هر حرکت خطونه نکشید. یک نقل دیگر هم هست برای نفرهایی که خطونه در هر جا میکشن، برای به قول شما وری بوزینگارو برای همین شما با مناسبه. یک نفر خواب میبینه، همطوری عمرید بگفت خودش خواب میبینه که یک پاش در سر یک کوه های پای دیگرش در سر یک کوه دیگه. بعد از خوابش میخیزه، خیلی خواتیر میشه، نزد یک تحلیلگر دیگه میره، گویا تحلیلگر دیگه هم شما. خب نزد او میره میگم خیلی خواب دیدم که یک پام در سر یک کوه های یک پای دیگر در سر یک کوه دیگه. ای چی هست؟ میگه ای خوابی مرا چی معنی داره؟ او میگهش که میگه ایتالی خوب دیگه نبین که دوامش نمیگم، اگر محفلی ما خاص مردکی میبود من دوامش میگفتم، نه که به خاطر مادرها و خواهرها دوام خوبه نمیگم. خلاص نبینین، تری تری نکنین، پاتون در سر دو کوه نمونین، خورای اسقال خطون هر جا نکشین و از نام هر حرکت اسقال نشه. ای آخران پردپریجدینی بود برای همین خیلی نفرها. او را دیگر باقی ایتالیانسکی پردو پریجدن قبول میکنه یا کیتایسکی اوش پرابلمه شما. همین گونه سوزندگاه وجود دارن که خطخواهی، بدخواهی، نمیم مرزیشون آرامشون نمیگذاره که دخولت نکنن. در حالتی که نه برنامه سالم دارن، نه یک کار منطقی. تحلیل نه، شما بازی میکنین. این تحلیل نیست، این بازی میکنین. شما قطعی مردم بازی دارین، امید مردم هم سوزانین. انم یکی از سوزنده ها شما این که خطان سوختگی این، شما سوختگی این، با میخواین مردم هم بسوزانین. یا بازیاتون یک طرف میمونین یا مردم حتما شما را
در یکون برنامه خاصی میشناسند. حالا که مردم اکثریت شما را میدونند که قبول تو ندارند. زیر کدام نقاب بدن تونند میدونند. و این سخنوی من حاضرش به کی خاص تعلق دارد؟ من 100% مطمئنم آگاه هست و میشنود. اگر فکر کنید که ما تمام هستی مون کنار گذاشتیم برای انقلاب و میمونیم که یک نقابدار زنگ مجاز فکر مردم تیره میسازد، این فکر خیف و نصب دور بسازیم. چگونه که ما چهره رژیم امروزه را گفتیم آشکار و شرمنده میکنیم و کردیم، همین گونه شما را میکنیم. شما را باید مردم بشناسد. شما را باید بدونتون کدام نقابه در شما. در میدان در آمدین. کسی برنامه داری؟ مبارزه ببر. کسی نداری؟ کنار بیست. اینجا جای مردم فریبی نیست. یک رژیم مردم فریب نکنه کفایه. یا اینجا پادیومی نیست که مدلیر باشی و برای قد قامت نشان بدی وقتی تماشابین پیدا شید. اینجا جای رکلام کردن نیست. و در آخر به مردم گفتنی هستم که ما واقعا مردم تاجیکستان در یک حالت خیلی مشکل قرار داریم. واقعا این را شما باید درک کنید. شما هر چیزی که میشنوین، چی از رژیم باشد، چی از مخالف و مبارز تحلیلگر اکادمیک دراماتور باشد، خوب ملاحظه کنید. سراسیمه نباشین، فرفته سخنو نشین، در بلگویی در حال ندروین، در چپک زمین ندروین، در دست پیش بر سرخم کردن ندروین. خودی بنده نمی خودی حاضر که امرای شما سخن دارم، من نمی اون که به چون چرا مرا باورم کنید. نه، هر حرفی که میزنیم خوب ملاحظه کنیم، گوش کنیم چی میگیم. امروزا یک ستیل دیگه برامده است، ماده در شده. برادر جان، استاد، قربان شما، لطف دارین، گرامیین، دوستم، غیره نه که روش ایس میگدونه، توف میکنه بر روش. با وقتی یادگر شدیدن، با تبسم تا بخوای گوشه چی گپ یافتن؟ این سیاست است. این سیاست نیست، این فویشگی است. این فویشگری میگن، این سیاست نیست. کار تا جای رسیده این قدر یک میدان تیر کرده گیم تا جای هست. الله شایده که نفر را میدانی 100% میدانی که فیک داره، یک نفر دیگر از طرف اون میناله، او را بود تحقیر مهنه که تو برای چی فیک بازی میکنی؟ حالا که خودش فیک داره همه گپ میزنه، از پهلو فیک دیگرش قطع میبره با چپک میزنه. شما در سیرکن، شما نمیدونم کلاونین، شما چور کردیسین چی بازی های قطع مردم؟ یا اقلا شما کلمه مرد هم میدونین چی هست؟ مکتب مردی را گذشتگی هست نه؟ میدونین فعل مردکی چی هست؟ این مهمونگری ها برای چی هست؟ مردم به امید نگاه داره که یک تعداد مبارز گفتن خچونه مرا آزاد میکنن، در پشت زنجیرهای بستگی اونا جا بیچاره نگاه دارن، خش تواراشون سرسان سرگردان میدون، پاره میتن، عزیز از کجای لقمه نام بیاویم بریم برسانیم. در اینجا چی گب رفته استه؟ مرد بشین، هر کار از سیاست گفته پیش نبرین. این سیاست نیست، این فایشگریه. بزن میگون منظورم خاص به نفرهای هست که تفریقه را ایجاد میکنند در بین مردم، در بین مبارزا، در بین حرکت ها. مردمی که اعتماد کرده اگر امید یه هنم نورم میسوزنند. از هموطن ها بازم خواهش میکنیم که توجه خاص داشته باشین به اینا و سراسیمه نشین. هر چیزی که میشنویم به چپک زنی، به مدای خونی، به دستا پیش بر نزنید. اون منتالیتت غلامی که در 10 سال اخیر در قلبای ما، در مینای ما جا کردن، باید ما این را ایواز کنیم. متاسفانه همین کار ما امروز را که در بین بار مبارزا میبینیم. همون مدای خانی، همون چپک زنی، همون سرخم کنی، همون چرقده شیدن. راه نتین. این ما جوابگو هستم که در حرکت ما این چیز قبول نیست. هر کسی که میخواد شامل حرکت ما بشه خوب بدونه که هیچ چیز در حرکت ما قبول نیست، نمیشه. و هر کسی که در حرکت ما مدای خونی میکنه سر راش گرفته میشه. اگر که ایواز نمیشه او بیرون کرده میشه. امروز یکی از وظیفه‌های ما خودسازی و مردم سازی است، نه اینکه سوزاندن. خود سوزاندن و مردم سوزاندن نیست. بازم از شما هموطنان خواهش
خوب اندیشه کنید، خوب توجه کنید، هر یک سخن میشنوید، هر یک حرکت میبینید و هر چیزی که نوشته میکنید یک جو، چی در کامنتری هست، چی یک متن است، مقاله است، هر جایی که میکنید خوب در این هم اندیشه کنید، متوجه باشین که هر چیزی که شما نوشته میکنید امروز بالای ما یک مردم خود ما نه، بلکه بیرون از دیگر مردم دیگر منطقه، دیگر دولت کشورها توجه دارن بالای تاجیکستان. نکنین عملهایی کنین که مردم ما را بازم صد شب پستر کنن و نسبت اون نفرهای گفتیم که به قولی چون بازی میکنن، ما یک مدتی کوتاه با نظارت میکنیم، اگر کاراشون که دوام دادن حتما ما نقاب اونو را میکشیم. و اینچونین اگر که در سخنرانی بنده یکم خطاگیه را شما حس کردین، نگم خطایی از نظر شما دیده شد، میتونید که بنده را اصلاح کنید. تشکر برای دقتتون، میگذاریم به بخش سوال جواب.